مبارزه برای آزادی نقطه پیوند دوراست. و مشکلات رو در این رابطه اینطور می‌بینم. دیدای متفاوت اپوزیسیون از هم و برخی دیدگاه‌های مطالبه‌گرانه دارند از رژیم و برخی نگاهشون به جامعه مدنی. این یکی از مشکلات کار. خانم عظیمی یکی دیگه از دوستان ما هستن که در این پنل شرکت دارن. خانم عظیمی معتقده که همگرایی جمهوری خواهان اهمیت سیاسی داره و به معنی تقویت جبهه در مقابل جبهه سلطنت و ولایت. و اشکال هم از این میبینم که یا یکی از اشکالات مهم رو از این میبینم که مسائل ریز و بی اهمیت عمده میشه در رابطه میان جمهوری خواهان و تأکیدات بیشتری روی مسائلی که اهمیت میشه. آقای احمد پورمندی یکی دیگه از دوستان پنل هستن، معتقدن که همگرایی جمهوری خواهان آرمانی نیست بلکه یک ضرورت عاجل، یعنی امروز باید بهش جواب داد. و پیشنهاد خودشون اینه که یک شورای متحد برای انتخابات آزاد گامیه برای تعمیق و گسترش این همگرایی که امروز هم در رابطه صحبت میکنم. آقای تقی رحمانی باز دیگر این پنل هستن. ایشون معتقدن که جمهوری خواهی تعیین کننده است و قابل حذف نیست، نمیشه حذفش، و معتقدن که نیروهای اجتماعی و نیروهای مدنی هستن که اتحاد رو به وجود میارن یا حتی انشاءالله رو باعث میشن. ببخشید من میگم تعیین کننده نیست ولی حذف شدنی هم نیست. تعیین کننده جمهوری خواهی، جمهوری خواهی جریان تعیین کننده در قدرت در ایران نیست ولی حد شدنی هم نیست. بسیار حالا پس خوب شد تحصیل کردیم. آقای نیماکشی و حضرت نیماکشی معتقدن که جمهوری خواهی و دموکراسی با هم در هم تنیده هستش و مشکل اینه که ما شاهد حضور نیروهای جمهوری خواهی هستیم که سازمان پذیر نیستند. دوست گرامی آقای کوروش پارسا، من نتونستم ازشون چیزی بگیرم ولی تا اونجا که یادمه نظرشون یه جمهوری خواهی موافقه قرارم پیام همبستگی جمهوری خواهان رو خوندن و اعلام کردن که جمهوری خواهان آماده هستن برای حرکت ائتلافی میان جمهوری خواهان و این خیلی پیام مثبتی بود برای حرکت جمهوری خواهی. خیلی خوب، پس با این حدوداً بر سر یک دو نگاه آشنا میشیم با دوستان پنل و شروع میکنیم صحبت رو از این نقطه که ببینید هدف این پنل چیه؟ دیروز سوال خوبی رو کرد آقای کشتر، گفت این همه صحبت میکنیم و میدونیم میخواییم چی رو حل کنیم. ببینید در جامعه یک بی‌اعتمادی وسیع به مردم به اپوزیسیون داره و اپوزیسیون هم اینجور به خودش بی‌اعتماد هستش. سوال ها میره به این سمت که چرا اپوزیسیون نمیتونه در کنار هم قرار بگیره؟ چرا ما نمیتونیم یه اپوزیسیون قوی داشته باشیم؟ چرا؟ به چه دلیل؟ علتش چی؟ امیدوارم که ما بتونیم در این پنل نزدیک بشیم به جوابهایی که دوستان مهمان اتحاد جمهوری خواهان که در این پنل شرکت دارن به این پاسخ میدن. خود اتحاد جمهوری خواهان پاسخش رو در اون منشور 10 ماده‌ای گفته. گفته اعتقاد داره به یه جمهوری سکولار و حالا میپردازیم به بحث امروز. جمهوری خواهی اصل یا دموکراسی؟ آقای مهمان شما معتقد بودید که به طول دموکراسی خوبه که جمع بشید. بله، امیدوارم که من این بزنم جلوی شما. اینو خواهش میکنم دست به دست کنید. همون جوری که اشاره کردم، من البته صحبت های شما رو در مورد اینکه چی گفتم قبلا درست نشنیدم،
و ولیکن برای هم نمیتونستم تصحیح کنم اگه چیزی بود. منتها من اعتقاد دارم دوستان که مسئله جمهوری از تا سال 1920 که مثلا جمهوری بایرن، ایالت بایرن درست شد، معنای دموکراسی داشت، معنای آزادی خواهی. بعد از اون با به وجود آمدن کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های اونا، جماهیر و حکومت‌های جمهوری که حتی موروثی شدند و غیره، این معنای خودش رو از دست داده تا حد زیادی. اون چیزی که مونده ازش بیشتر ناموروثی بودنه. محتوای اصلی که ما همگی من معتقدم دنبالش هستیم دموکراسیه. دموکراسیه که یه سیستمه. سیستم دموکراسی، ما برای سیستم دموکراسی مبارزه میکنیم و این نباید دوباره ما برای طوری طرح کنیم که بعداً دارای جمهوری بشیم ولی دوباره آزادی و دموکراسی نداشته باشیم. این حرف من. این و این نظر جبهه ملی بوده و هست. یعنی جبهه ملی خب همه میدونیم جمهوری خواهه، ما سکولاریم. چرا جمهوری خواهیم؟ برای این که میدونیم جمهوری خواهی و ناموروثی بودن به خصوص در ایران با دموکراسی خوانایی بیشتری داره. منتها هدف جنبش باید دموکراسی، استقرار دموکراسی باشه. این نظر ماست. دومین، ما چرا اصلا همکاری میخواییم بکنیم؟ به نظر من جنبش، مبارزات مردم در ایران اصله و این مبارزاتی که در ایران داره صورت میگیره رو ما میخواییم هرچی بیشتر تقویت کنیم از یه طرف. از یه طرف دیگه ما داریم یه مدلی ارائه میدیم برای جامعه که چجوری آدمای دموکرات میتونن بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، دموکرات و جمهوری خواه، که به نتیجه برسن و سر جاهایی که میتونن با هم دیگه همکاری کنن. این خیلی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. از یه طرف اونجایی که همکاری میتونیم بکنیم برای اینکه پشتیبانی از جنبش مدنی و جنبش سیاسی در ایران رو در واقع بتونیم مؤثرتر پشتیبانی بکنیم. البته ما این مدلی هم که ارائه میدیم که میتونیم با هم دیالوگ کنیم، صحبت کنیم و همکاری کنیم جاهایی که ممکنه و لازمه، این هم امیدواریم که در دراز مدت در مبارزات و در جریانهای در بسیار روح جنبش تأثیر داشته باشه. نکته‌ای که هست، هنوز ما با این مسئله روبرو هستیم که عوض برخورد سیاسی به جمهوری اسلامی، بعضی جریانات هنوز حالت مطالبه گری دارن. میخوام به جمهوری اسلامی بگن آقا ما مثلا این کار رو بکن، اون کار رو نکن، یا اینکه ازش یه چیزی بخوان که اون انجام بده. جمهوری اسلامی نشون داده که اصلا کوچکتری احترامی برای کل رأی کل جامعه هم قائل نیست. شما نگاه کنید این همه مردم اومدن تو خیابون تو انتخابات ها شرکت کردن و رأی دادن یه جوری که بگن آقا ما این ولی فقیر رو نمیخوایم، منتها کسی اصلا توجه نداره به این رأی. بنابراین ما مطالبه گری به این حالت، این نادرسته. یعنی چی؟ یعنی ما از جمهوری اسلامی انتظار داریم که، یا هنوز انتظار داریم که، دوستان این خیلی بده که باید تو ایران اول دانشجوها برن فریاد بزنن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا، تا ما تازه بفهمیم که این برخورد رو نباید داشته باشیم. این مسئله رو، این فرق میکنه با پشتیبانی از مبارزات مدنی مردم. پشتیبانی از مبارزات مدنی مردم باید سر جاشه، باید انجام بگیره. بله، حالا در هم برمیگردیم دوباره به صحبت شما. در هم قسمت خواستم حالا آقای شما آقای رحمانی در این رابطه صحبت کنیم. بفهمیم
جمهور خواهی در ایران یک نیروی تعیین کننده نیست. جمهور خواهی مفهوم واقعیش سابقه تاریخی هم نشان میده جمهور خواهی اگه یه جهان بینی داره یه بستر عینی داره. بستر عینی جمهور خواهی جامعه مدنی پیشرفت است. وگرنه جمهوری خواهی با دموکراسی فاصله میگیره. تمام کشورهای خاورمیانه، ایران هم جمهوریه، جمهوری اسلامی، جمهوری عراق، جمهوری افغانستان. خب ما که دنبال این جمهوری نیستیم. پس وقتی وارد اینو جمهوری نیستیم، میگیم جمهوری خواهی. جمهوری خواهی که میگیم مجهول میشه. اگه بیام روی یه موضوع تمرکز کنیم، اپوزیسیون یه چیز کلی است. اپوزیسیون ناتوان است. خب اپوزیسیون تواناست. اپوزیسیون که یه جور نیستش که همه اپوزیسیون هم که دموکراسی خواه نیستن که اگه جمهوری خواهی یه شیفت جهانبینی دارد خب تو جامعه ما هنو جوانه چون شیفت قبلی این جهانبینی اولویت داشته گاهی عدالت بر اون گاهی اولویت داشته بر اون سکولار کردن یا نو کردن جامعه دموکراسی توش که نبوده اگه بگه جمهوری خواه طرفدار دموکراسی این یه چیز جدیدی است ولی یه مشکل بزرگتری که داره جامعه مدنی شکل گرفته لایه بندی شده میشه مثلا بانی اصلی دموکراسی در تمام دو تا تحول بزرگ تاریخی ایران تا وقتی روحانیت نیامده است کار به نتیجه نرسیده است. وقتی هم رسیده است وارونه شده است. در مشروطه آخونده اومدن عمومی شد جنبش. بعد شاهنشاهی شد داستانش که نمیخوام بگم. در انقلاب اسلامی که ما جوان بودیم اگه آخونده نمی آمدن که انقلاب نمی شد که مثل جنبش شمس شکست میخوردیم شاید بهترم. ولی وقتی که اون که میاد مچه دستش آدم ها دستش هم خودش هم حکومت میکنه دیگه ما فکر میکردیم که آخونده هم میدن تحویل فوکلیا خب اونا گفت همه شان از آقای مطهری به بعد گفتن آقای خبرها نیست پس بستر جمهوری خواهی جامعه مدنی است جامعه مدنی هم مثلا در ایران هنوز نیرو تعیین کننده نیست دو علت داره یکی یه دولت نفتی قدرتمندی وجود داره ایران هم قدرتمندی حکومت سرکوب کرد ما هی بیام اینجا بشینیم بگیم همگرای جمهوری خواهان بخصوص داخل خارج از کشور همگرای جمهوری خواهان یعنی جنگ جهان بینی ها به هیچ جا نمیرسه نمیگم اصلا نمیرسه یعنی به جای مشخصی نمیرسه منتها اگه بیام بگیم آقا از یه جایی میشه شروع کرد جمهوری خواهی دموکراسی خواه اون موقع یه مقدار مسئله حادتر میشه خب بریم چی کار میکنیم از یه تظاهرات مدنی دراریم الان جمهوری اسلامی میخواد سرنگون بشه یا نه این یارو انقدر قوی بکنیم جریانه که هر حکومت اومد ممکنه شاه بیاد شاهی بشود ممکنه این مدلی از جمهوری ولایت بشود من نمیدونم اون موقع دیگه ندارن اینا سرکوب کنن و این بشه حزبش هم داشته باشه و یک روزی شاید به جمهوری هم رسیدیم جمهوری خواهی دموکراسی دیگه دموکراسی جمهوری که خب جمهوری زیاد داریم خب ببینید این مسئله اساسا مورد کاوش قوی نبوده یعنی ما حزب تشکیل میدیم حزب جهان بینی دارن و سلیقه و علایق خب ولی بستر عینی که احزاب ندارن که جریان های چپ، جریان های مذهبی فرقی هم نمی کنه. هیچ برای من فرق از لاس فرق نمی کنه. حتی شورای فعالان ملی مذهبی. رژیم اجازه نداد که ما بریم توی مردم که. افرادی با سابقه مشترک دور هم جمع شدن. من از خود مایه میذارم که فکر نکنید که مثلا به گروه های دیگه انتقاد دارم. ما که مثلا معروف گسترده که نبودیم. تاوانی هم گسترده شدیم ما رو زدن. و چرا میزنن؟ شما این آدم هایی هستن احزاب. یه جهانبینی دارن یه سری سابقه دارن دور هم جمع میشن کار بدی هم نیست اینا دموکرات هم هستن ولی بدون بستر عینی
اینها فقط یه تأثیری میذارن، میگم جمهوری خواهی تأثیر میذاره ولی تعیین کننده نیست. اینه، این شما نمیتوانید تا اون پایگاه اجتماعی که تولید قدرت و ثروت بکنه بدون اون که نمیدونی نیروی تعیین کننده بشی که و بدون یه حرفتو بزنی. خب اگرم احزاب هی بخوام با هم بحث کنن بکنن اشکال نداره، هیچ وقت به توافق نمیرسن، تو اسیر جهان بینی هستن که بستر مادیش در ایران نیستن. من به نظر من در این شرایط بسیار سخت، حالا شرایط سختی داریم، خیلی سخت شده، چیزی به نظر من فقط عملی است فعلا اینست که نیروی خارج از کشور باید نگاه های تئوریک مطلوب نه وارداتی صرفاً و در این حال حمایت از اون جریانی که در داخل به جنبوخاری اعتقاد داره و دموکراسی و عمدت جامعه مدنی. علت همراهی امثال من با بخشی از اصلاح طلبا پست مقام که نبود، زندان بدبختی بود، ولی احساس میکردیم میشه دهن مردم رو باز کرد، ممکنه هم اشتباه میکردیم ها، ولی اصل قضیه این است که همراهی امثال ما با اصلاح طلبا به خاطر پست مقام هیچی هم به ما ندادن، فقط زندانش دادن و تبعیدش دادن. ولی شما تا مخاطبته که همون جامعه مدنی، زنان، اقشار، سنتیا، حالا خیلی داستان چیزه، تا این را قوی نکنی نمیتوانی حرف بزنی. ولی یه مشکلی که خارج از کشور حتی داخل کشور داره، میگه آقا اون سنتیا بشه بازوی من، این خطرناکه. ما باید باری از جامعه مدنی برداریم، نه اینکه بار بذاریم. اگه اسماعیل بخشی نامه داد به رئیس قوه قضاییه از منظر صنفش داده، دیگه اسماعیل بخشی به طبقه کارگر خیانت نکرده. ما این نسبت رو باید برقرار کنیم. این خاطر مطالبه محوری اون به اون مفهوم نیست، اون اشتباه میکنه. مهم اینه که تو این مطالبه محوری ما چقدر میدانیم این جریان قدرتمند کنیم. وقتی ما اون قدرتمند بشه ما هم قدرتمند میشیم. در غیر این صورت ببینید سرنوشت جبهه مشارکت، نهضت آزادی، جبهه ملی، همه اینا شما نگاه کنید. من با که بعضی هزینه بیشتر میدن بعضی هزینه کمتر میدن، اصل قضیه اینه که اینا ناچ در نهایت عقیم میمونن. مرسی. این چیزیه که باید بهش توجه داشت، توجه به مسئله جامعه مدنی و روشن. آقای احمد پورمندی، شما روی مسئله دموکراسی نشون دید سه پایه داره برای من. خب مجدداً سلام می‌کنم خدمت دوستان. کاش می‌شد گزارشی که دیروز آقای فتی داده بود در مورد همبستگی جمهوری خواه یه مقدار گسترده تر در اختیار جمع قرار میگرفت و از این تریبون هم صحبت میشد روش. من سعی میکنم اگر فرصتی بشه لادنهای صحبت هم بهش ببردازم. ایزه بدید که من صحبت های دوستان رو مستقیم ادامه ندم. از نظر من جمهوری اسلامی نظام مخرب هست و بسیاری از چیزها رو در کشور ما ویران کرد. ویرانی محیط زیست، ویرانی اقتصاد، ویرانی سیاست، همه اینا مهم است، ولی مهمترین ویرانگری جمهوری اسلامی در حوزه سرمایه های اجتماعی اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی با بکار گرفتن دین در سیاست و سوء استفاده از باورهای دینی، نقش دین رو به عنوان یک عامل تولید سرمایه اجتماعی مثبت در جامعه نابود کرد و جای اون رو با فساد و غارت و خودخواهی و ضدیت با دیگراندیش و دیگر باش پر کرد. به نظر من مهمترین وظیفه ما در مقطع کنونی تولید سرمایه اجتماعی در قالب نهادهای مدنی است. ما نیازمند به اینیم که امید رو در جامعه احیا بکنیم. ما نیازمند به اینیم که اعتماد رو در جامعه احیا بکنیم. ما نیازمند به اینیم که همبستگی رو در جامعه احیا بکنیم، دگرخواهی رو در جامعه احیا بکنیم، گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک رو در جامعه احیا بکنیم. برای اینکه به این هدف برسیم از خودمون باید شروع بکنیم. ما باید نشون بدیم که توانایی با هم کار کردن، هم بسته بودن رو داریم. ما باید نشون بدیم
که نسبت به آینده این جامعه امیدواریم. ما باید نشون بدیم که اعتماد یعنی چی. میتونیم من آقای مهمنش آقای رحمانی به همدیگه اعتماد بکنیم یا نه. اگر این اعتماد رو در عمل نشون دادیم، اگر امید آینده رو نشون دادیم، این میتونه یه آتیش کوچیک بشه به کل جامعه سرایت بکنه. بنابراین اگر موضوع از این نقطه شروع بکنیم، اون وقت میرسیم به اینکه چه موانعی در مقابل ما وجود داره و چجوری باید این موانع رو پشت سر بگذاریم. به نظر میاد که مانع اول برای ما جمهوری خواهان در خارج از کشور این است که در خارج از کشوریم، یعنی اون فضا اون اتمسفر داخل رو نداریم، گرچه اون پیوندها رو داریم. ما نمیتونیم اون حس یک فعال سیاسی داخل کشور وقتی صبح از خونش میاد بیرون و معلوم نیست شب برمیگرده خونه نداشته باشیم. ما فقط این رو میتونیم با پیوندهای مستمر و عمیق با داخل تا حدودی ترمیم بکنیم. نکته بعدی که ما رو آزار میده این است که ما تحزب سنتی رو تونستیم کنار بگذاریم، ولی هنوز نتونستیم یک مکانیزمی طراحی بکنیم که روابط تعهدآور ثمربخش رو بین ما ایجاد بکنه. ما از یک طرف میایم یک شورای میزنیم، اون شورای تصمیم میگیره که آقا دفعه انتخابات شرکت نکنید، در همون جمع افرادی پا میشن میرن امضا جمع میکنن و برای شرکت در انتخابات نیرو میدن. این یعنی که ما هنوز نفهمیدیم یا ندونستیم یک نوعی از تحزب مدرن رو داشته باشیم. در آمریکا شما میبینید که در حزب دموکرات کاندیداها در سطح جامعه تا آخر با هم میجنگن، ولی اونی که پیروز شد میشه کاندید حزب دموکرات آمریکا و کل حزب میره پشتش. ما نتونستیم در داخل خودمون در خارج از کشور یک همچین پرنسیپ حزبی رو ایجاد بکنیم. اتحاد جمهوری خواهان ایران در 2003 در برلین با 1100 امضای تمام نیروی پیشروی خارج از کشور تشکیل شد و ما دیدیم که این اتحاد از جمله به همین دلیل که نتونست پرنسیپ‌های کاری روشنی رو تعریف بکنه به چه نیروز افتاد. بنابراین دومین نکته‌ای که میتونه ما رو از بنبست در بیاره اینه که بتوانیم این مسئله رو بین خودمون حل بکنیم. نکته بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم این است که خب ما تو حول چه محوری باید بتونیم یک همبستگی کلان و فراگیر دموکراسی خواهان به ضرب ایشان یا جمهوری خواهان به نظر من رو سازمانی بکنیم. آقای جانم میذارید اینو در یه دور دیگه سوال کنید. شما خواهشون از سر جمهوری خواهی و دموکراسی خواهی نظرتون خوچه؟ من با اعتراف زیادی که برای میمنش دارم قسمت آخر صحبتشون رو فکر میکنم یا من اینجوری فهمیدم که در تقابل با قسمت اول صحبتشون هست. یعنی گفتم من جمهوری خواهم و جمهوری مناسب ترین شکل استقلال دموکراسی میکنم. خب همین همون همونی میگیم و بنابراین اون موضوعیت نداره اون بحث. خب روشن همه دموکراسی ها از دموکراسی شروع میکنن، همه دموکرات ها از انسان شروع میکنن. خب و بعد برسیم به اینکه برای دموکراسی چه فرمی مناسب تر هست. شما معتقد جمهوری، بنده معتقد جمهوری. بنابراین اون بحث اول بحث از نظر من تا اونجایی که به نگاه شما مربوط میشه بلاموزوش. اما مسئله دوباره سازی دموکراسی و جمهوری یک بعد دیگر هم داره و اون بعد رو من اسمشو میذارم یک تقلب سیاسی. کسانی تلاش میکنن که نظامهای کمی دموکراتیک یه ذره دموکراتیک رو به نام دموکراسی به مردم بفروشن و اون رو در تقابل با جمهوری قرار میدن. تفاوتی نمیکنه که ما مشروطه سلطنتی رو میخوایم به عنوان دموکراسی مردم بفروشیم یا مشروطه فقاهتی رو. خب همه این دو نظام البته رو هر دوشون همکاری خواهیم کرد به عنوان جمهوری خواه به نظر برده و هر کدوم از این دو تا به درجات دموکراتیک هست. اما شما وقتی از دموکراسی مهر دموکراسی صحبت میکنید، دموکراسی شما در تئوری لاغر نباید سوراخ داشته باشید. شما هر سوراخی که در نظام تعبیه بکنید نیروهای اقتدارگرا از همون سوراخ وارد میشن و کل نظام رو فاسد خواهند کرد. بنابراین شما نمیتونید بگید دموکراسی یا جمهوری. این فرمول
در خوشبینانه ترین حالت غلط سوء تفاهم، در بدترین حالت یک تقلب سیاسی است. ما میتونیم بگیم که پهلوی خواهان در ایران توسعه پایدار نمیخوان، توسعه میخوان، مدرنیسم میخوان، سکولاریسم میخوان، و در این سرسه با اونا متحدیم. ما میتونیم بگیم طرفداران مشروطه فقاهتی طرفدار نوعی از اعتدال و دموکراسی هستند، ولی این دموکراسیشون نامه سمادمی که میگن یه دونه ولی فقیه معتدل اون بالا باشه. بودن این زگیر بر پیشانی دموکراسی خواهی اونها مانع از این نمیشه که ما با اونها در زمین های زیادی همکاری بکنیم، چه این ولی ها چه اون ولی ها، ولی ما نمیتونیم دست پا تو سبدشون بذاریم، دروغ تحویل مردم بدیم. بسیار ممنون. یک کمی میکروفونم دورتر اگه نگهداری، میگفتن صداش بلنده. خانم عظیمی، شما در همین رابطه برای من مطلبی نوشته بودید، معتقد بودید تقویت جبهه جمهوری خواهی در مقابل جبهه سلطنت و ولایت اهمیت بسیاری داره. خب اول سلام میکنم به همه دوستانی که روز شنبه صبحشون رو تشریف آوردن توی این سالن و توی این بحث بسیار خوب شرکت کردن. خوشحالم که هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان از دیروز برگزار میشه و امروز من مهمونش هستم و ممنون از دست اندرکاران از جمله خانم مریم سطوت که بار زیادی از کار این همایش و همایش های شبیه این همیشه بر دوششون بوده. در رابطه با صحبتتون، شما اول با یک سوالی شروع کردید، گفتید که بی‌اعتمادی وسیع مردم و اپوزیسیون، هم مردم به اپوزیسیون و هم اپوزیسیون در بین هم وجود داره، و اشاره کردید به صحبت یکی از دوستان که گفت خب ما اینجا هی میایم جمع میشیم میخوایم چیکار کنیم. خب حتما همتون میدونید در عرض این دو ماه حدود 5 یا 6 جلسه تشکیل شده که این جلسه در واقع سومین جلسه از جمع 4 جریان جمهوری خواهه. یعنی ما حزب چپ ایران فدایان خلق 2 ماه پیش کنگره اولش رو برگزار کرد در هلند، دوستان همبستگی جمهوری خواهان حدود 2 هفته پیش اگر اشتباه نکنم در آمریکا همایش خودشون رو داشتن و امروز هم این همایش برگزار شده. خب در کنار اون جلسات دیگه ای هم که مربوط به نیروهای دیگه ای با بینش های دیگه بوده وجود داشته، ولی واقعا هدف همه اینا چیه؟ وقتی که ما اسنادشون رو دنبال بکنیم، به خصوص این 4 جریان جمهوری خواه که جبهه ملی هم در واقع جزء اون هستن و احتمال زیاد همه دوستان میدونن در جریان همکاری های این 4 جریان هستن در عرض این به خصوص 2 سال اخیر، وقتی شما اسناد و شعارهای این جریان ها رو با هم دیگه مقایسه بکنید، اکثرا همشو یک حرف رو میزنن. شاید در اینجا یا اونجا در واقع صحبتاشون فرق کنه، ولی اصل چیزی که در این 4 جریان مشترکه، همون صحبتی که شما هم بهش اشاره کردید، که این 4 جریان جمهوری خواه به ولایت فقیه و ولایت مذهبی، در واقع استبداد مذهبی نمیگن، همچنین به استبداد سلطنتی، و معتقد هستند که با توجه به اینکه مردم ما در انقلاب 57 از این به اصطلاح استبداد سلطنتی خداحافظی کردند و اون رو کنار گذاشتن، امروز بازگشت به سلطنت در واقع فراموش کردن 40 سال زحمت، مبارزه و تلاشیه که همه مردم چه در اون موقع داشتن که در طول این 40 سال در واقع دارن. همونجوری که دوستان اشاره کردن، ما در انقلاب 57 با شعار همه با هم به میدون اومدیم. هدف این بود که استبداد شاهی رو کنار بذاریم، ولی نمیدونستیم چی میخوایم. و این همه با هم باعث شد که جمهوری اسلامی بیاد سر کار، یک آلترناتیو روشن برای اون چیزی که میخوایم بیاد نداشته باشیم. ولی خب به نظر من از اون طرف اگه ما اون موقع واقعا این ضعف بزرگمون بود، امروز هم ضعف بزرگمون اینه که از این وری افتادیم، یک هدف خیلی دور رو اون تر میبینیم، ولی اصلا این قدم هایی که به اون هدف باید ما رو برسونه رو نمیتونیم تعریف بکنیم، نه اینکه در جهتش گام برداریم. به همین جهته که خیلی از صحبت ها رو ما 10 ساله 20 ساله داریم تکرار میکنیم، برامون روشنی که چیکار میخوایم بکنیم، ولی نمیدونیم هنوز چجوری میخوایم به اونجا برسیم. جمهوری سکولار یه جمهوریه که خب امروز بخش زیادی از اپوزیسیون در واقع همراه اون هستن، اینا قبول دارن،
ولی چرا همین جریان‌های اپوزیسیون از جمله همین سه جریانی که من مثال زدم در این دو ماه سه جلسه داشتن، چرا نمیتونن و نتونستن همگرایی رو به وجود بیارن که بتونه برای رسیدن به اون هدف در واقع کمکشون کنه؟ به نظر من اشکال اصلیش اینه که ما این دفعه از اون ور در واقع نهایت اکستریمیست افتادیم که میگیم باید تا آخرین دتایل ما همه چی رو حل بکنیم. الان باید روشن باشه که مثلا در جمهوری سکولار آینده آیا یک حکومت فدرالیست باید بیاد به حقوق مردم در زمینهای ملی پاسخ بگه یا یک نوع دیگه. همه میشه یک موضوع اختلاف بزرگ و بدون اینکه فکر کنید که الان این موضوع امروز ما نیست، به خاطر همین اختلاف از اینکه دو گروه با هم دیگه یا دو حزب با هم دیگه همکاری کنن جلوگیری میکنیم. من فکر میکنم که اگه ما بخوایم یک مثال بزنیم، یک تصویر بسازیم، وضعیت کشور ما الان مثل این کشتی تیتانیکه. شما حتما اکثرتون این فیلمو دیدید. همه در انقلاب 57 سوار یک کشتی شدن، راه افتادن برای یه آینده بهتر، ولی خبر نداشتن که یک کوه یخ جمهوری اسلامی و رهبران مذهبی میاد و کشتی رو، کاپیتانیش رو به عهده میگیره و میبره سرش رو به سنگ میزنه. حالا تو اون هیروویری که کشتی داره میره پایین، فکر کنید دارن جلیقه نجات پخش میکنن بین مردم. بعد این جلیقه ها سه رنگ داره، آبی و سبز و قرمز، رنگ پرچم ما. بعد اونایی که قرار این جلیقه ها رو تنشون کنن که مثلا نجات پیدا کنن، بخوان سر رنگ این که حالا قرمز یا سبز یا سفیده با هم چونه بزنن. خب این چونه زدن باعث میشه این کشتی های بیشتر بره، فرصت پریدن تو آب فرار و نجات جانشون از دست بره. من فکر میکنم ما متاسفانه وقت و انرژی زیادی رو برای این چونه زدن هایی که تو اون لحظه تعیین کننده نیست از دست دادیم. خب دوستمون گفتن که همگرای جمهوری خواه ها یعنی که جنگ جهانبینی ها. ممکنه اینطور باشه، ولی آیا ما این جنگ جهانبینی ها رو نمیتونیم فعلا توی جیبمون بذاریم، بذاریم به اون هدف اولیه که امکان اصلا ادامه بحث رو به ما توی یک شرایط دیگه میده فراهم بکنیم؟ من فکر میکنم خب همه شما نمیدونم تا چه حد اطلاع دارید. خوشحالم که امروز دوستان همبستگی جمهوری خواهی اینجا اعلام کردن که یک ائتلافی رو با اتحاد جمهوری خواهان هیچ مانعی در راهش نمی‌بینن و این کارو میکنن و حزب چپ، و امیدوارم که واقعا قدم‌های عملی ما بتونیم در این راه برداریم. ولی بر کسی پوشیده نیست که ما حدود 3 یا 4 سال پیش، من باید اعلام کنم اینجا شاید برای بعضی از دوستان بدونن آشنا باشن، من هم در زمانی که اتحاد جمهوری خواهان تشکیل شد با اون همراه بودم، یکی از مسئولینش بودم سالها، و خب الان با حزب چپ همکاری میکنم و از مسئولین اون هستم. ولی فکر میکنم اهداف ما در تمام این مدت اهداف مشترکی مونده، و خب دوستان میدونن که ما در 4 یا 5 سال پیش تلاش کردیم که اتحاد جمهوری خواهان و دوستانی که در همبستگی جمهوری خواهان الان دارن فعالیت میکنن، 3 سال ما بحث کردیم، هر هفته جلسه پارتاکی داشتیم و حتی یک بارم جلسه حضوری. تلاش ما این بود که این دو جریان با هم اتحاد کنن، یکی بشن، ولی به دلیل همین اختلافات کوچیک متاسفانه نتونستیم این کارو بکنیم. حزب چپ به دنبال 10 سال تلاش و بحث و گفتگو تونست یکی بشه، و خب این یک قدم مثبت و به اصطلاح برای من یک امید آور که ما میتونیم به هر حال یکی بشیم. ولی اگر نتونستیم این کار رو بکنیم در به لحاظ سازمان یکی بشیم، حداقل ما میتونیم بین خودمون یک تقسیم کار ایجاد کنیم. اگه قرار 3 تا جلسه بذاریم با هم دیگه صحبت کنیم، بگیم این 3 تا جلسه رو در عرض 2 ماه نذاریم که خب از اینجا بریم آمریکا، از آمریکا دوستان بیان اینجا. هممون میدونیم که اینجور جلسات چقدر هزینه مالی، جانی و وقت برای همه دستاندرکارانی که تدارک میبینن و همه اونایی که تو شرکت میکنن داره. بنابراین بیایم استفاده بهینه بکنیم. ما همونجوری که دوستان اشاره کردن تو زمینه جامعه مدنی هنوز خیلی کار داریم بکنیم. خب بیایم یه تقسیم کار بکنیم. یک بخش اینو به عهده بگیره، اگر بیشتر تو کارهای کارگری به اصطلاح دوستان رو رفقایی که عضوش هستن همکاری میکنن، بره توی خودش رو فوکس کنه رو مسائل کارگری، دیگری روی مسائل زنان، و اینجوری بتونی با این تقسیم کار یه قدم به اون هدف برسی. روی راهکارهای و چگونگی رابطه داشتن حتما میستیم و صحبت میکنیم. من رو برسیم به قسمت اول، باز ادامه میدیم با آقای نیما کشی. شما گفتید که برحال در هم تنیده هستن دموکراتیک خواهی و جمهوری خواهی،
ولی خب نیروهایی هستن که در خارج از کشور سازمان پذیر نیستن. یعنی منظورتون اینه که جمهوری خواهانی هستن که حاضر نیستن در یه تشکلی کار بکنن، با وجود اینکه اعتقاد دارن به جمهوری خواهی و جدا از جریان سیاسی، ولی تنهایی خودشون هستن. با سلام به دوستان، عادت کردیم. با سلام به دوستان و دوستانی که از طریق اینترنت به ما گوش میدن یا ما رو میبینن، من فکر میکنم که مسئله جمهوری خواهی در سه سطح برای ما میتونه مطرح باشه. یکی در سطح آرمانی هست، یعنی اینکه ما مجموعی از نیروها در ایران هستیم که برای دموکراسی و جمهوری مبارزه میکنیم. یعنی عدم تر دموکراسی و جمهوری به نظر من یکی از اون اشکالاتی هست که کلن در این پروسه‌ای که ما کار کردیم وجود داشته. یعنی ما این دو مسئله رو باید در هر کجا در هر کاری به همدیگه پیوند بزنیم. ما نمیتونیم به عنوان یک نیروی جمهوری خواه دموکرات نقش همه ایرانیان رو در ساختن ایران انکار بکنیم. یعنی در نظر بگیرید که ما دو فردای دیگه شرایطی فراهم شد، کشور در یک وضعیتی قرار گرفت یا حتی حاکمیت پذیرفت که ما در یک مجلس مؤسسانی شرکت بکنیم، به اون مجلس مؤسسان تعیین کننده سیاست ها و برنامه ها و قانون اساسی آینده کشور باشه، بگیم که مشروطه خواهان اونجا نباید باشن، اصولگرایان اونجا نباید باشن، اصلاح طلبان اونجا نباید باشن. خب این دیگه با امر در تضاد با امر دموکراسی قرار میگیره و حتی در تضاد با خواست ملت قرار میگیره. ما هیچ نیرو رو نمیتونیم حذف بکنیم و به همین خاطر من ترک کردم و ترک میکنم که امر دموکراسی و امر جمهوری در ارتباط با یکدیگر هست و ما باید در این جهت تلاش بکنیم. این از اون جنبه آرمانی هست که ما درست هست که برای جمهوری مبارزه میکنیم، ولی در این پروسه تا رسیدن به جمهوری بسیار گام‌های بسیاری هست. ما همه این گام‌ها رو باید برداریم و سعی بکنیم که گام به گام به جلو بریم و برای دموکراسی و جمهوری مبارزه بکنیم. یکی دیگه در سطح سیاست‌های روز مطرح است. یعنی ما در سیاست روز چه نقشی بازی می‌کنیم؟ من فکر می‌کنم که آقای رحمانی به درستی مطرح کردن که اگر همین امروز جنبش‌ها و تشکل‌های مدنی وارد میدون میشن و خواست به حقوق خود رو طلب میکنند، ما باید از اونها حمایت بکنیم و اونها رو بالا بکشیم. بالا کشیدن اونها بالا کشیدن خودمون هم هست. در این حمایت میتونه نیرویی که از اینا حمایت بکنه جمهوری خواه باشه، غیر جمهوری خواه باشه، هر نیرویی که بخواد از این جنبش حمایت کنه نه ازش سوء استفاده بکنه. حمایت منظورتون چیه؟ یعنی ما سعی بکنیم که از حقوق اونها حمایت بکنیم، چون وظیفه یک حزب دموکراتیک، مثلا شما در همین کشور اروپایی حزب سوسیال دموکرات، همواره تلاش میکنه که در زمینه قوانین، در زمینه کارهای مثلا روز، جنبش هایی که وارد میدون میشن و خواستایی که دارن، خواستای اینو بگنجونن در قوانین. ما چون در قدرت نیستیم، ما میتونیم خواستای اونا رو شکار بکنیم، فرموله بکنیم و دفاع بکنیم و خواهان این بشیم که همه مردم از این خواستای ما بکنیم. نمونه مشخص، ما باید از خواست همه اونهایی که مبارزه میکنن به زندانی میشن، باید از اونها حمایت بکنیم، حمایت مالی هم بکنیم. این حمایت مالی چگونه باید بشه؟ ما میتونیم در برنامه فردا بخش جامعه مدنی اونجا صحبت بکنیم که چه نهادهایی رو میتونن مردم تشکیل بدن که از این نمایندگانی که یا کارگرانی که زندانی میشن، معلمینی که زندانی میشن، چگونه باید حمایت بشن. در سطح سیاست روز اگر ما نتونیم این کار رو بکنیم، اگر نتونیم این حمایت رو بکنیم، عملا به یک جریانی تبدیل میشیم که حرف میزنیم
ولی در میان اقشار جامعه مطرح نیستیم و به خاطر همین هم کوچک میمونیم. یک هسته کوچکی از گرایشات مختلف که هیچ موقع نمیتونه به مردم نزدیک بشه و از خواست مردم دفاع بکنه، چون هدف سیاست تقسیم ثروت و تقسیم قدرت، این هدف سیاسته. ما اگر در این تقسیم ثروتی که در مثلا کشور ما میبینیم فقط یک عده معدودی از اون نفع میبرن، ما باید سعی بکنیم که نفع مردم رو در هر مسئله و موضوعی در نظر داشته باشیم و از اون حمایت بکنیم. در سطح دیگه مسئله جمهوری خواهی و دموکراسی خواهی مسئله همکاری هاست. همکاری ها بین همه جریانات جمهوری خواست. این دو جهت داره، یکی این که ما نیروهای جمهوری خواهی داریم که متشکل هستن و یکی هزاران هزار نفر افراد جمهوری خواه داریم که اینها متشکل نیستن و برخی از اینها که نامدار هم هستن افتخار میکنن که مستقلن و متشکل نیستن. چرا؟ میخوام بگن که بله، علتش شاید بیشتر این باشه به خاطر ضرباتی که ما خوردیم در گذشته بعد از انقلاب، بی‌اعتمادی‌هایی که ایجاد شده، با احزاب و گروه‌های بودیم گرایش داشتیم، اون احزاب به خواستای ما پاسخ ندادن، برنامه‌های درستی نداشتن، سیاست‌های درستی نداشتن. ولی اینو میخوام بگم دوستان عزیز، هیچ افتخاری نیست که من منفرد و مستقلم و با احزاب نیستم. برعکس است. شما که دموکراسی خواه هستید باید متشکل باشید، باید با یک حزب سیاسی باشید یا از به یک حزب سیاسی رأی بدهید و کمک بکنید. شما در همین اروپا دموکراسی داریم به خاطر اینکه احزابو داریم، به خاطر اینکه انسانهایی داریم که در انتخابات شرکت میکنند و به احزاب رأی میدهند. در کشور سوئد 82 جامعه مدنی باعث میشه که ولی دموکراسی شما میگید احزاب داریم. نه نه، من منظورم که شما به عنوان نیروی سیاسی، مسئله جامعه مدنی، شما به عنوان نیرویی که ادعای سیاسی بودن داری و میگید من مستقل هستم و افتخار میکنی، این افتخاری نداره. افتخار در این هست که شما متشکلید، شما از احزاب حمایت میکنید، احزابی که بهش علاقمند هستید، فرق نمیکنه حزب مشروطه باشه، حزب چپ باشه، مهم این هست که شما در احزاب متشکل هستید. اون موقعش برای من، برای مردم، برای هر فردی در جامعه مشخص میشه که این آدم در چه سیاستی داره، چه برنامه داره، این چه تأثیری در زندگی من داره. از این جنبه این نیروها اگر بیان تو احزاب و سازمان‌های سیاسی و تشکل‌ها، این کمک می‌کنن که ما بتونیم راحت‌تر با هم کار بکنیم. ولی در چارچوب سازمان‌های موجود من باید بگم ما گام‌های بزرگی به پیش برداشتیم به نسبت جامعه شرایط ما. شما همینجا الان می‌بینید که 4 سازمان سیاسی در این پنل حضور دارن، افرادی از 4 سازمان سیاسی و آقای تغییر رحمانی هم حضور دارن، به گرایش اجتماعی در ایران هستن، حضور دارن و میبینیم که آقای فرهنگ قاسمی از جامعه سوسیال دموکرات ها پیام میدن، میبینیم که آقای موسویان از ایران پیام میدن. یعنی این همگرایی در حال گسترش هست. منتها توقعاتی که ما داریم، یا ما یا اصلا میگیم همه از هم جدا باشیم، یا اینکه خیلی سریع میگیم بیایم ائتلاف کنیم یک حزب بشیم. من اینو قبول ندارم. من فکر میکنم که در این مرحله ما نیاز به همکاری داریم. یه نمونه مشخص میگم. روی راهکارا اگه اجازه بدید بیستیم بعدا دوباره برمیگردیم که چجوری میتونیم با همدیگه همکاری کنیم. آقای فروش پارسا، آقای فروش پارسا متاسفانه قبلا برنامه‌شون جون نبود که بیان، برای ما توی اطلاعیه که راجب پنل بود اسمشون رو نیاوردیم تا همین دو روز پیش که بالاخره خوشبختانه موفق شدن که بیان.
خیلی هم ممنون آقای پارسا. شما اینجا اعلام کردید که یه به یک ائتلاف بزرگ اعتقاد دارید و جمهوری خواه هستید، جمهوری خواه عرفی رو قبول دارید. چطوری میتونن جریاناتی که یه سیاست های متفاوت دارن و محشه سیاسی متفاوت دارن زیر یک شخص قرار بگیرن؟ خب خب من توضیح بدم در مورد صحبت آخر اون پیامی بودش که ما مشخص به اتحاد جمهوری خواهان پیشنهاد دادیم که ما آماده ائتلاف هستیم. این در ارتباط با صحبت‌هایی بودش که چهار جریان با هم داشتن. ما مثل آمادگی خودمون برای رفتن به سطح بالاتر همکاری به هر چهار از سه سازمان دیگه اعلام کردیم. فکر میکنم که بخشی از این سازمان ها آماده هستن. این بحثیه که باید بیشتر در درون این سازمان ها انجام بشه و ما بین عدد ائتلاف هم معنی ائتلاف میده، معنیش وحدت نیست و ائتلاف بزرگ هم نه، فعلا ائتلاف اون نیروهایی که با هم میتونن و آماده هستن روی پلتفرم مشترک با هم دیگه توافق دارن میتونن سازماندهی و کار مشترک مثلا بیشتری رو در سطح مثلا عمیق‌تری با همدیگه کار اون کار رو اون به قول شما در راهکار میشه. سوال در مورد دموکراسی خواهی و جمهوری خواهی، دموکراسی خب به هر صورت انواع اقسام مختلف داره، هم فرمای مختلف داره. نمیتونیم بگیم که مثلا حتما باید جمهوری سکولار دموکراتیک باشه یا جمهوری فدرال باشه یا جمهوری غیر فدرال باشه. همه انواع اقسامش وجود داره. در ضمن این همین انواع اقسامش در دنیا هم با اون متر 60 تا متری که میتونن بسنجن میبینیم که خب ممکنه پادشاهی مشروطه در فلان جا بهتر باشه از جمهوری فلانی در فلان کشور. اون 60 متریک بیشتر مهمتر از چی باید و در ضمن باید در شرایط مشخص ایران اون موقع صحبت کرد که مشکل چیه. من فکر میکنم که برای ایران این نهادهای ثابت قدرت مطلق دارن هم در نظام سلطنت هم در این نظام یه مشکل اساسی برای جامعه ایران هستش. اصلا برای شخص من این از دید خودم چرا در ایران ما نمیتونیم سمسونگ داشته باشیم؟ چرا نمیتونیم در ایران مثلا نیروهای صنعتی قوی داشته باشیم که ما در سال 1978 ما معادل اینا رو داشتیم، بهترش هم داشتیم. خب بهترش هم داشتیم. همون شرکت‌هایی که اون سال‌ها شروع کردن الان به تقریبا دارن نابود میشن یا نابود شدن و این امکان به اصطلاح گسترش در این به اصطلاح در رشد در خود این نظام ولایت فقیه خب چرا وجود نداره؟ چرا اینا نمیتونن؟ به نظر من خود ریشه یابیش توی هم مطلق بودن قدرت و فساد که در اون خصوص در جمهوری اسلامی که تبعیض هم روش اضافه شده، تبعیض خیلی وحشتناک که به هر صورت باعث میشه که در ضمن همین به اصطلاح اقتصاد سرمایه‌داری رانتی دولتی و حکومتی که اصلا امکان رقابت نمیده. شما میدونید داستان‌های مختلفی هستش، میگن که آقا در فلان جا فلان بخش خودروسازی میاد طرف یه خورده وضعش خوب میشه بعد آخر سر میگن که آها اینا دیگه زیاده روشون زیاد شده اینا رو بعد سر جاشون بنشونیم. کیا میگن این حرف میزنن؟ خود اون حکومت یا پاسدار اون بخشی که وابسته هستن به پاسدار اینا. فلان شرکت خیلی نقلی شده، خیلی عالیه، سوده هستش توی بخش برق، خب میان سپاهیا میگیرنش، باز زور میان میگیرن. یعنی شما نمیتونی مثلا شایسته ثابت ربطش همش به اینه که شما این نظامی میخوای که توش مثلا دموکراسی ربط داره به همین مسئله مثلا قدرت مطلق و رانتی که این قدرت مطلق به وجود میاره و شما در شرایط مشخص ایران من میخوام بگم چرا جمهوری خواهی که من فکر میکنم که هیچ نظام هیچ نهاد مطلقی نباید وجود داشته باشه. نهاد ولایت فقیه شما نهاد پادشاهی رو هم بیاریم به صورت نمادین اونجا بگذاریم خطرناکه برای ایران. سوال اینه که آیا واقعا دموکراسی در قلب این جمهوری خواهی نهفته است؟ معتقدم که آیا همانی نه الزاماً نه. من در مورد نظامش صحبت میکردم، ایشون در مورد شرایط مشخص ایران و چه نیروی حاملش هستش میگن که پیش برنده و حامل جمهوری خواهی در ایران در شرایط مشخص ایران جامعه مدنی هستش. جامعه مدنی هم خب چه احزاب و چه انجیوها ها احزاب هم هستن، رسانه ها هستن، هر چه قدرت جامعه بیشتر بشه اون یه بحثیست که در مورد شرایط مشخص ایران من صحبت سر اون نگاهی که من دارم اینه که این مثلا نیروی سیاسی جمهوری خواه در ایران تاثیرگذاریش بیشتر بشه. توی ایران تو خونه ها میگن این آقا رضا پهلوی اینو میگه، اصلاح طلبا اینو گفتن، فلانی نیرو حاکم این حرف میزنه. این آیا میشه
جمهوری خواهی رو که خواست دموکراسی خواهی رو هم در درونش وجود داره و به نظر من بهترین ایمپلمنتیشن و اجرای دموکراسی در ایران هستش، آیا این رو میشه به یک چیز مثل تاثیرگذاریش بالا برد؟ قدمش اولش اینه که در سطح وسیع، در سطح نخبگان یه بحثیه ایشون میکنن، در سطح جامعه هم یک نیرو تبدیل شه. از این منظر هستش که مثلا این مثلا همکاری نیروها همگرایی ها که راهکار شده اون اهمیت بیشتر بده. نکته نکته دیگه در ادامه صحبت خانم عظیمی، خب بله جمهوری خواهی فقط در مقابل سلطنت و ولایت خب به عنوان نیروهای حامل طرفدار استبداد در یک سطح، و جمهوری خواهی از نظر من در یک سطح دیگه در رقابت با دیگر نیروهای خواهان دموکراسی در ایران، نیروهای خواهان دموکراسی به هر صورت معتقدن که ما میخوایم دموکراسی رو در ایران بیاریم، نیروهای اصلاح طلب میخوان جمهوری رحمانی رو بیارن، جمهوری رحمانی تر به هر صورت میخوان ایران رو یه خورده ولایت فقیه رو بگیرن به اصطلاح مشروطش بکنن قدرتش رو، یا نیروهای خواهان مشروطه پادشاهی میخوان پادشاهی مشروط نمادین داشته باشن. به هر صورت ما در رقابت با اون نیروها هم هستیم، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اون چیزی که برای آینده میخوایم، البته رابطمون هست نیست در آینده، طبعا میخوایم در انتخابات آزاد در مجلس مؤسسان مثل رقابت بشه، به هر صورت اون بسته به اینکه مثل نمایندگان مردم و این مجموعه دوازده نیروها چه جوری هستش به یک طرفی خواهد ما امیدواریم که به اون طرفی که دلمون میخواد بره و اون مسئله همون جمهوری سکولار دموکراتیک هستش، ولی تنظیم رابطه مناسبات دموکراتیک با همه نیروها، نیروهای طرفدار دموکراسی مهمه، و در ضمن خب حتی باید راجع به ایشون هم مطرح کردن اصولگراها تنظیم رابطه با نیروهای خواهان استبداد و یه نوعی از استبداد فرد در ایران آمریکا هم می‌بینیم که آقای ترامپ هم هستن، و اصلا شما در یک نظام دموکراتیک هم داشته باشید یه نیرویی که یه آدمی که یا حزبی که نیمه فاشیست هم ممکنه باشه ممکنه بیاد و این امکان رو هم داشته باشه که بیاد در قدرت، راجع به اونم باید فکر کرد که مناسبات چه جوری هست، مناسبات ما در با این نیروی طرفدار استبداد در حال حاضر چی هستش اون بحث دیگه هست. اینکه الان اینجوری نیستش که ما همه یه جا با هم دیگه در یک شرایط مناسب مساعد مساوی هستیم و همون رابطه‌ای که من با شما دارم و من با آقای رحمانی دارم، ما با خانم عظیمی دارم، همون رابطه رو با آقای به اصطلاح ولایت فقیه و نیروی حاکم و نیروی مستبد حاکم خب طبعا نداریم، خب متفاوت هستش. مرسی. برمی‌گردیم به آقای مهمنش. آقای مهمنش، شما برای دموکراسی برای مدرنیته اهمیت داره، دموکراسی اصلی جلوتر از اینکه برای جمهوری مدرن، با این دنبال کسانی هستید که هم نظر شما هستن، به دنبال این هستید که با اونها نزدیک بشید، همکاری کنید، اونها کیا هستن؟ من فکر می‌کنم که صحبت من اینه که اتحاد برای دموکراسی، این اصل همکاری دموکراسیه، و در اینکه ما با جمهوری خواهان داریم همکاری میکنیم الانش هم، و سازمان های جمهوری خواه و دموکرات همچنین سازمان های ملی هستند که ما باشون حالا ممکنه یه سازمان نیستیم ولی همکاری داریم، در واقع امروز طوری خط چه نوع همکاری نه اگه بیرید کنید؟ یعنی چه جور کاری هم دارید؟ اطلاعیه با هم دیگه میگید؟